دوست داشتن دو تا جنبه میگیره. یک، نگاه واحد بهش نمیخوره. چرا؟ تئاتر اون تشنگی علاقه به تئاتر رو جوابشو میده. تئاتر که هر شب اتفاق میفته، هر شب شما باید براش توان بذارین، بترسین، حواستون جمع باشه که میتونین توپق بزنین، حواستون جمع باشه که جای هیچ گونه لغزشی نداره. یه کار کامل، تماشاچی پول داده اومده نشست، یه کار کامل مثل هر شب به همون خوبی، شاید بهتر باید ببینی. اون هیجان و اون زندگی با آدم، یعنی یه زندگی دیگه در انسان میست که حضور داره. که من گاهن هم پشت صحنه میشینم، سال هاست که این عادت رو دارم، یه چیز پیدا میکنم یه جایی میشینم، بعد هم میام من میگم بابا اتاق هست چیست هست، میگم میدونم، من که نمیگم نیست، شما باشین اونجا، من نمیتونم، دلشوره دارم، نمیدونم دیگه، باید اینجا باشم، بعد هم برموسن. یکم از عادتهای قدیمی ماست که در کلاس اون هنرکده وقتی ما درس میخوندیم پیش آقای اسکویی، ما صحنه پشت صحنه رم مسئولیتش گاهن میگفتن نگاه کنی، چون اون کسی که پشت صحنه رو میگردونه میتونه خطا کنه، میشه، بالاخره میشه. بازیگر خودش چه کار است؟ باید نگاه کنه ببینه لیوان آبی که میخواد ببره هست، اون شونهی که میخواد ببره اونجاست، قراره که یه کتاب دستش باشه بره تو، اون اونجا وجود داره، بافتنیش اونجاست. مثلا من شد که سر دیوانی ها بافتنی رو رفتم سرش نگاه میکردم، بچه های صحنه میگفتن ما هستیم که ما هستیم، گفتم میدونم، شما که من شناختی، بعد نپرسین دیگه، من اینا رو دارم نگاه میکنم. رفتم سرش میگم شکافته شد دو تا میله و یه دونه دیگه. گفتم خب بذار الان خوب شد، من الان فهمیدم، میدم سر میندازم، دو سر رج میبافم میارم میذارم اینجا. زندگی با تئاتر بحثی نیست که با هیچ کدوم این کار دیگه اون زندگی اتفاق نمیفته. اصلا من توی کتاب دارم، حالا شاید به شما نشون بدم، الان بازیگری در رادیو و تلویزیون، بازنشسته که شدم از رادیو من این نوشتم، رادیو خودش اینو یه تعدادی چاپ کرد، بعدها به من یک دو نفر گفتن ما اینو داریم درس میدیم و رفتیم به همه گفتیم بریم تهیه کنیم، نبوده. گفتم به من نگین دیگه، به این سازمان بگین که اینقدر کم چاپ کرده، بعد مثلا 1,000,000 چاپ میکرد، 2,000,000 چاپ، من چه میدونم. گفتن بیرون یه مقدمه بذارین ما چاپ میکنیم بیرون. گفتم واقعا یه نفر میخوام که باشه من بدونم چه جوری مقدمه بزنم، چه مقدمه لازم تره که اینو up to dateش کنه دیگه، به روز کنه. در تلویزیون برای بازی کردن سینما و تلویزیون بازیگر فقط در لحظه‌ای که بازی میکنه لذت میبره از نقشش، بقیه لحظات تماما پرتی. نشستین میخواییم به نقشتون فکر کنین، میگن از اینجا پاشین، میخواییم نور تنظیم کنیم، چشم، میریم اونجا میشیم، میگن ببخشین این مبل و معزن همین الان میخواییم، مثلا من میخوام فکر کنم به نقشم، انجا بهتون میدیم، بیم تو اتاق گریم این گوشه بشه. اتاق گریم که مال اتاق گریمه، همه دارن گریم میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن، راجب گریم حرف میزنن، من چه کارم اونجا جوری فکر کنم؟ به این حد من اون تو ریزش رو نوشتم، چون لحظاتی بوده که شب نرسیدم کامل دیالوگم رو خوب روش بکنم، من حفظ نمی کنم. یه سناریو که دارم برای یه فیلم، چند صفحه یا سکانسایی که دارم، اونقدر اینو میخونم 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 تمامش رو یاد بگیرم، یعنی حتی ببینم چی بهم میگن، چی دارم جواب میدم، یعنی یه جوری چیز بهش مسلط بشم. ولی یه دفعه هم نشده این کارو بکنم، رفتم با خودم بردم، این کاغذ دست منه، من هیچ جایی ندارم. میگن که
میتونیم بریم تو حیات. گفتم تو حیات خب خیلی شلوغه، حتی یه عده اومدن از اهالی اون خونه ای که لوکیشن کردین. من که نمیتونم اونجا.